سوره بقره. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است، پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند. افرادی که به آنچه به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شده اند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. به کافران چه هشدار بدهی چه ندهی فرقی ندارد، آنها ایمان نمی آورند. خدا بر دل و گوش آنها مهر زده، یعنی حاضر به فکر کردن و شنیدن نیستند و بر چشمهایشان پرده است، یعنی پرده تعصب به عقایدی که پیدا کردند و عذاب بزرگی دارند. عده‌ای از مردم میگویند به خدا و روز آخرت ایمان آورده ایم، در صورتی که ایمان ندارند، یعنی فکر میکنند خدا و مسلمانان را گول میزنند، در صورتی که فقط خودشان را گول میزنند ولی متوجه نیستند. در دلشان از لحاظ فکری مرضی است، خدا مرضشان را اضافه کرد و به علت دروغی که میگویند عذاب پردردی دارند. وقتی به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما اصلاح کننده هستیم. بدانید که آنها خرابکار هستند ولی متوجه نیستند. و وقتی به آنها گفته شود همانطور که مردم ایمان آوردند، شما هم ایمان بیاورید، میگویند آیا ما مثل افراد کم عقل ایمان بیاوریم؟ بدانید که آنها خودشان کم عقل هستند ولی این را نمی دانند. وقتی با افراد با ایمان روبرو شوند می گویند ایمان آورده ایم، ولی وقتی با شیطانهایی یعنی همفکران خود تنها شوند می گویند ما با شما هم عقیده هستیم، ما فقط مسلمانان را مسخره می کنیم. خدا آنها را مسخره می کند و در طغیانشان سرگردان نگاه می دارد. این افراد کسانی هستند که گمراهی را به قیمت هدایت خریدند و تجارتشان سودی نداشته و راه صحیح را نشناختند. و از آنها مانند کسانی است که آتشی روشن کردند، چون آتش اطراف آنها را روشن کرد خدا روشنایی آنها را از بین برد و در حالی که نمی دیدند آنها را در تاریکی واگذاشت. کر و لال و کورند و بر نمی گردند. یا وضع آنها مانند باران تندی است که از آسمان ببارد و در هنگام بارش تاریکی و رعد و برق وجود داشته باشد و آنها از ترس مردن از صاعقه ها انگشت هایشان را در گوششان بکنند. خداوند به کافران احاطه دارد. نزدیک است برق بینایی آنها را از بین ببرد. هر وقت برق اطراف آنها را روشن کند
چند قدمی راه می روند و وقتی هوا تاریک شود در جایشان می ایستند. اگر خدا بخواهد شنوایی و بینایی آنها را از بین می برد، چون خدا توانایی کردن هر کاری را دارد. ای مردم، خداوندتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید بندگی کنید تا پرهیزگار شوید. خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داد و آسمان را ساختمانی عظیم ساخت و از آسمان باران فرستاد و به وسیله آن انواع محصولات را از زمین برای خوردن شما خارج کرد، پس برای خدا مثل و مانندی قرار ندهید، در صورتی که این را می دانید. و اگر در باره قرآنی که بر بنده ما نازل کردیم در شک و تردید هستید، سوره مثل آن بیاورید. و اگر راست می گویید، شاهدهایتان را هم غیر از خدا دعوت کنید. و اگر نتوانستید و هرگز نمی توانید، از آتشی که برای کافران فراهم شده و سوخت آن آدمها و سنگهاست بترسید. و به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند مژده بده که برای آنها بهشتهایی است که نهرها در آن روان است. هرگاه میوه از آن بهشت روزی آنها شود، میگویند این همان چیزی است که قبلا روزی ما شده بود و شبیه آن برای آنها آورده شده. همسران پاکی در آن دارند و همیشه در آن خواهند بود. خدا خجالت نمی کشد که به یک پشه یا بالاتر از آن مثل بزند، اما افرادی که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل درست و از جانب خداوندشان است. اما کسانی که ایمان ندارند می گویند خدا با این مثل چه چیزی می خواهد؟ عده زیادی را با آن گمراه می کند و عده زیادی را با آن هدایت می کند، در صورتی که خدا فقط افراد خلافکار را با آن گمراه می کند.